میخوام راجع به یک تجربه‌گر صحبت کنم بدون ذکر اسمش. 6 سال ایشون نمیاد تو برنامه ایمون، یعنی پیش از اینکه برنامه پخش بشه من با ایشون گفته بودش. ایشون در جایی از کشور جرایم مختلفی داشتن، یکی از مجرمین به نام شهر خودش بود، طوری که میگفت که یک جرمی بیار تو ذهنت. گفتم خب. گفت من اونو انجام دادم. حالا یه جرم دیگه بیار تو ذهنه، خب اونم انجام داد. اتفاقا در فرار از دست پلیس هم میخوره زمین و میره ضربه شدید مغزی و میره. داستان مفصله. 2/3 زمانی که اینو تعریف میکرد، 2/3 زمان رو گریه کرد. برهه‌ای، مرحله‌ای، مقطعی از چند جا گذرش میدن، در یک مرحله حضرت ابوعبدالله رو ایشون میرسن خدمتش. میگفت خود ایشون رو من نمیتونستم، انگار شایستگی یا اجازه نداشتم که ببینم وجودشون، فقط یک دست رو میدید. یک جام آورد گرفت جلوی من، بعد میگفت یک اینو گرفت و یک شرابی ریخته شد تو این و حضرت دستور دادن فرمودن بخور و گفت از بالاترین موی سرم از نوک اون تا پوست کف پای من مست شد. من گفتم که چون نشانه های مستی اون دنیا رو تو قرآن ما داریم که میگه سردرد ندارد و شما مستی اینجا هم تجربه کردیم متاسفانه دیگه، حالا چه جوریه میگی مستی یعنی چی؟ اون چی بود؟ این چیه؟ گفت مستی اینجا از دو چیزه، اولش که خوشت میاد، پناه بر خدا هیچ کس تجربه نکنه، میگفت اولش که خوشت میاد از نفهمیه، گفت یعنی این که فکر و خیالات میره اصلا نمیفهمی چی، بعد که تمام میشه سردرد داره. من اونجا فهمیدم که آیه قرآن چقدر دقیقه که میگه سردرد نداره. گفت اونجا این دوتا اینجوری بود، مستی اینجا از نفهمیه، گفت مستی اونجا از بفهمی بود. گفتم یعنی چی از بفهمی؟ یعنی چی؟ وقتی من اینو خوردم تا ته اون ته عالم، هر چیزی که هر جای عالم بود و من فهمیدم و از شدت فهمیدن مست شدم، از بس اطلاعات زیاد بود من مست شدم. مستی ناشی از وفور اطلاعات و دانستن و فهمیدن بود. تمام که شد سبکی بود نه سردرد. حضرت فرمودن که از این دوست داری؟ گفتم بلا. گفت اگه از این دوست داری اونجوری باش که ما دوست داریم. و گریه کرد و من گریه کردم و او گریه کرد. بعد بردن در یک جایی گفتن اینجا بمون. گفت اونجا میت بود. چی میت بود؟ گفت همه چیز. خاک میت بود، هوا میت بود، آسمان میت بود. گفتم یعنی چی؟ مگه اینجا خاک زنده است؟ گفت بله، اینجا همه چیز زنده است. من وقتی اینجا به خاک کویر نگاه میکنم، زمین نگاه میکنم، اصلا نسبت به اون معلومه که این زنده است. اونجا یه مرگی بود. شما فرمودید مرگ چیه؟ معنای مرگ اونجا میفهمید و اونجا از کارهای من ساخته شده بود. زیر پام و آسمان و بالای سر و هوا و خاک، اینها ساخته شده، ملاتش من بودم، از من ساخته شده بود. مرگ بود همه چیز، چون من در زمانی که در این بدن بودم مرده بودم و این مردگی اینجا رو بر من ساخته بود. و اونجا گفتن که تا قیام قیامت اینجا میمونی، قیام قیامت. بعد گذشت، اومدن گفتن یه اتفاقی افتاده. حالا اتفاق اون طرف بود که گوسفند نذر کرده بودن، شفاعت و دخیل و نذر و نیاز و اینها، و اینکه باید برگردی. باید برگردی؟ گفت من گفتم نمیخوام، میخوام بمونم. آقای پویانفر، آقا محمد حسین، اینجا دل میلرزه. گفت میخوام بمونم. گفتم کجا؟ تو همون جای میت؟ گفت آره. چرا؟ من این نمونه نداره، این برای من تکرار نشد، یعنی جای دیگه ای ندارم. هر کسی که در عذاب بوده خواسته برگرده. گفتم چرا؟
گفت من از اون جایی که بودم، از اون جایی که منو اخراج کرده بودن، حضرت اونجا بود. من حضرت رو میدیدم و من حاضر بودم اونجا بمونم تا قیام قیامت بمونم تو اون عذاب، ولی فقط ببینمش. اینقدر اون دیدار شیرین بوده براش، فقط ببینمش، حاضرم فقط ببینم، هیچی نمیخوام. در طول زندگی قبل از مرگ هیچ نقطه مثبت، هیچ اتصالی به حضرت سید الشهدا نداشته؟ 3 سال ازش پرسیدم، 3 سال گفتم گشتم پدرش رو، پدر بزرگ، مادر بزرگ، هر چی میگشتم میدیدم پاسخها عادی، افراد عادی، نه چیز خاصی نه. بعد از 3 سال با منو با من آخه خجالت میکشم بگم آخه چیزی نبوده، هیچی نبوده، آخر سر گفت ببین، چون خیلی اصرار کردن که بیا تو برنامه، گفت رها کن. گفتم به یک شرط رها میکنم، فقط به من بگو خودت چی حدس میزنی، چی کار کردی. حالا علاوه بر اینکه تعداد زیادی گوسفند نصب کرده بودن، قربونی کرده بودن اینها، گفت اگه فقط یه چیزی باشه، یک چیزی اگر باشه، این بوده من خیلی امامی بودم. گفتم امامی یعنی چی؟ این اصطلاح خودشونه، اصطلاح اون محلشونه فکر میکنم. گفتم یعنی چی امامی بودم؟ گفت یعنی من امام خیلی دوست داشتم. گفتم کدوم امام؟ گفت امام حسین. گفتم همین. خب این دوست داشتنه چی کار میکردی بابتش؟ مثلا خودت میگی این همه جرم میکردی، که خودت که میگی این همه جزو مجرمین مشهور شهر بودن، همین دوست داشتن؟ گفت نه، آخه میدونی من 365 روز سال، من 1 دهه نه چاقو و خلاف، حتی سیگارم کنار میذاشتم، 1 دهه چنبه، حالا اون چوبی که میذارن توی نظری در واقع آش میپزن، غذا میپزن، چنبه میزدم، سینه میزدم، چای میدادم تا آخر دهه. دهه که تموم میشد، روز بعد از دهه چاقو رو برمیداشتم میرفتم یک خط یا یه خیت، یه خط مینداختم به یکی که بدونم سال من شروع شده. 355 روز اینجوری بودم، ده رو فقط. میگفت که من وقتی برگشتم، رفته بود توی سنفی که کار میکرد، تو اون سنفی که تو شهر خودشون بود، جز چند نفر برتر شده بود از نظر دارایی، اما میگفت از راه حرام. اینا رو رفته بود به حدود 1/20 تا 1/21 قیمت اموال رو، همه رو برگردنده بود به کسانی که فکر میکرد صاحبان حقن. مغازه رو بسته بود، دیگه مغازه نداشت، رفته بود شده بود کارگر برنامه و این برام بود. و میگفتن اونجا که از موتور خورده زمین، این قاطی کرد، دیگه دعوا نمیکرد با کسی، مهربان شده بود. چطور؟ طوری که من زنگ میزدم کجایی؟ میگفت اینجا روستای دیوار خونه‌ای که خراب شده، اومدم خونه‌شو براش درست کنم. زنگ میزدم کجایی؟ سرای سالمندان. زنگ میزدم کجایی؟ یتیم خونه. زنگ میزدم کجایی؟ اینجوری شده این آدم. بعد بهش گفتم که از اون موقع تا الان نشده دیگه درگیرشی، چاقو بزنی، کتک بزنی. گفت فقط یه بار خدا منو ببخشه، یه بار این کارو کرده. گفت یه بار یه مده از تهران آوردن، گفت از این تیستیسیا بود. گفتم یعنی چی تیستیسیا؟ با ناراحتی هم گفت، گفت همینا که میرن به جای این که بگن حسین، میگن تیستین. گفت اینو کشیدمش از منبر پایین، وسط همه سینه میزدن، این یهو رفته بالا، کشیدمش پایین، خونیش کردن تا اونو از دست من بگیرن، منو خونی کردن. ولی منو اونو با هم از مسجد انداختن بیرون تو کوچه. من اونجا دوباره، اونجا من عربده کشیدم. گفتم تا وقتی که من تو این محل زندم، تا وقتی که من تو این مسجد سینه میزنم، کسی حسینو کامل نگه، با من طرفه. حسین